یه نون حجیم با بافت نرم و لطیف. نان رمضان یکی از نونهای سنتی و خوشمزه تبریز که در ایام ماه رمضان در تمام قنادی‌ها پخته میشه. با من همراه باشی تا مراحل پخت این نون خوشمزه رو ببینیم. برای پخت این نون نیاز به 3 پیمانه آرد گندم دارم که باید 3 بار علکش بکنم. علک میکنم و داخل یه ظرف میریزم و بهش 1/4 پیمانه شکر اضافه میکنم. مخمر خشک فاریم که نصف قاشق غذاخوری هستش میریزم و این 3 تا مواد رو با همدیگه ترکیب میکنم. 2 تا تخم مرغ همدمای محیط احتیاج دارم که با اضافه کردن هر کدوم از تخم مرغای هم کوچیکی هم میزنم. دوستان عزیزی که همراه هم هستید، اگر عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی داشتم از نو مطلع بشید. لطفاً لایک ویدیو هم فراموش نشه. ممنون. 1/2 پیمانه ماست شیرین احتیاج دارم که اون رو هم اضافه و مجدد یه مقدار هم میزنم. اندازه یه قاشق غذاخوری روغن مایه احتیاج دارم، اون رو هم اضافه میکنم. 50 گرم کره رو هم از قبل روی بخار کتری گذاشتم تا کاملا ذوب بشه، اون رو هم میریزم. خب همه مواد رو ریختیم. توی این مرحله همزن رو کنار میذارم و با دست یه مقدار خمیر رو جمع میکنم. خمیر که به این شکل در اومد، روی یه سطح شروع میکنم به مدت 15 دقیقه به ورز دادن خمیر. فقط بافت خمیر رو دقت بکنین توی این مرحله که با ورز دادن چقدر لطیف میشه. این خمیر فوق‌العاده عالیه. خب ورز دادن خمیر تموم شده، فوق‌العاده لطیفه. حالا بره برای استراحت که فوق‌العاده ترم میشه. کف یه ظرف یه مقدار روغن میریزم، چربش میکنم و خمیر رو داخلش میذارم و روشو میپوشونم و یه 2 ساعت اجازه میدم تا خمیرم استراحت کنه. البته فضایی که خمیر رو میذارید حتما گرم باشه. بعد از 2 ساعت خمیر پف کرده حسابی، پفش رو میگیرم و بعد هم مجدد اون رو چونه میکنم و روی سطح فرم میدم تا بتونم اون رو برش بزنم. من برای مدلی که میخوام داخل قالب خمیر رو بذارم به 8 قسمت تقسیمش میکنم. شما میتونید به هر تعدادی که دوست دارید تقسیمش کنید و اون رو فرم بدید، داخل قالب قرار بدید. هر قسمت رو مجدد دوباره چونه میکنم، کنار میذارم، اونی که میخوام پهنش بکنم رو بر میدارم و مابقی رو داخل یه ظرف میذارم، روش رو میپوشونم که خشک نشه. هر یه دونه چونه رو به این صورت که میبینید اول با دست باز میکنم و بعد هم با وردنه به این شکل پهنش میکنم. بغلهاش رو برش میزنم و رولش میکنم. قسمت انتهایی خمیر رو به این شکل میبینید کاملا روی لایه زیری فیکس میکنم، بعد هم از وسط میبرمش. به این صورت روی قالبی که روش کاغذ روغنی گذاشتم و چرب کردم میچینم. من میخواستم خمیر نان رمضانم به صورت فشرده در بیاد، یعنی وقتی پف میکنه داخل فر میذارم کاملا به هم دیگه چسبیده باشه. شما میتونه قالبتون فضای بیشتری داشته باشه تا این خمیرتون پفش بیشتر بشه و بازتر بشه. من میخواستم وقتی پف میکنه توی قالب به هم دیگه کاملا فشرده بشه.
تمام شونه های خمیر رو به این شکل دیدید آماده کردم و داخل قالب گذاشتم. روش رو هم یه مقدار زرده تخم مرغ با زعفران رو مخلوط کردم و رومال کردم. یه مقدار کنجد پاشیدم و با دمای 180 درجه به مدت 25 تا 30 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده میذارم. اگر روش اون طلایی که میخواستید و بهتون نداده بود، یه 5 6 دقیقه هم گریل رو بزنید. خب همونطور که دیده از قالب در آوردم و روی توری میذارم. زیر توری ظرف میذارم به خاطر اینکه باید این نون رو کاملا آغشته به شربت بار بکنم. من شربت بار آماده داشتم توی آموزش زولبیا بامیه، این شربت بار رو آموزش دادم. حتی گز آردی که تهیه کردم میتونی ویدیوشو ببینین، لینکش رو براتون میذارم تو دیسکریپشن. ولی اگر شربت بار نداشتی میتونی یه مقدار عسل رو با آب، خیلی آب کم، رقیق بکنید و به این صورت روی نان رمضانتون با برس بمالید. من نخواستم خیلی شیرین بشه، به خاطر همین خیلی زیاد شربت روی اون نریختم. ولی اگه شما خواستید که این شیرینی بیشتر بشه و به خورد نونتون کاملا بره، یه مقدار بیشتر از من شربت بار بریزید تا کاملا خمیرتون آغشته به این شربت بشه. اینم بافت نونی که آماده کردیم، فوق العاده عالی و بی نهایت خوشمزه شده. ممنون که با من همراه بودید.